سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از صحبت‌های جنجالی دنیز دایی، دختر بزرگ آقای علی دایی. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که مطمئناً همه شما میدونید آقای علی دایی اسطوره فوتبال ایرانی که جای ویژه‌ای در دل فوتبال دوستان و همه مردم ایران داره، از ازدواج اولش با خانم مهسا یک دختر به نام دنیز داره. ماجرای ازدواج اول علی دایی به سال 81 برمیگرده. البته خود آقای دایی هیچ وقت در مورد این ازدواج صحبت نکرده بود تا اینکه در برنامه 90 آقای مایلی کوهن این مسئله رو لو داد. ماجرای دنیز، دختر بزرگتر علی دایی و همسر اول ایشون، از جایی بر سر زبون‌ها افتاد که توی برنامه 90 آقای علی دایی به اسم دخترش قسم خورد. اون گفت به جان نورا نمیبخشم، اما مایلی کوهن در جوابش گفت بهتر بگی به جان دنیز نمیبخشم. بر این اساس ماجرای همسر قبلی علی دایی بر سر زبون ها افتاد. بعد هم که توی مصاحبه با عادل فردوسی پور آقای علی دایی در مورد زندگی شخصیش گفت ازدواجم با خانم منا فرخ آذری اولین ازدواج منه و دختری به نام نورا دارم که متولد 88 که بعد از اون در فضای مجازی قوقایی به پا شد. همسر اولش خانم مهسا که البته در اینستاگرام با نام مایسا فعالیت میکنه، عکس‌ها و ویدیوهایی رو از کودکی‌های دنیز به همراه پدرش منتشر کرد و گفت که من همسر اول علی دایی بودم و این هم دخترش دنیزه. اونها سالیان سال در انگلستان و در شهر لندن زندگی میکنن. البته همسر سابق علی دایی سالیانه یک بار جهت دیدار دختر و پدر رهسپار ایران میشه. در حال حاضر علی دایی برخلاف تصورات دو فرزند داره، اما بیشتر رسانه ها عکس های نورا دایی فرزند دومش رو فقط منتشر میکنن. دنیز دایی در فضای مجازی و مخصوصاً در اینستاگرام فعاله و عکس‌ها و ویدیوهایی از فعالیت‌های روزمره‌اش، تولدش، مراسم کریسمس و رقص‌هاش و روزمرگی‌هاش می‌ذاره. خیلی‌ها هم در زیر این پست‌ها براش حرف‌های زننده و توهین‌آمیزی زدن و نوشتن که با پول پدرش اون سر دنیا داره عشق و حال می‌کنه. و خیلی‌های دیگه هم که از طرفداران آقای علی دایی اسطوره فوتبال هستن، گفتن که دنیز دایی خیلی با آقازاده‌های افراد سیاسی و ردبالای حکومتی فرق داره. پدرش برای فوتبال این مملکت زحمت زیادی کشیده و ما نباید که با دخترش اینجوری حرف بزنیم. آقای علی دایی زمانی که 25 سالش بوده با خانم مهسا ازدواج کرده که عمر ازدواجشون طولانی نبوده و خیلی زود از هم جدا شدن و حاصل ازدواج اونها فقط یک دختر به نام دنیز بوده. دنیز دایی متولد 20 شهریور 1381 بوده و در حال حاضر هم ساکن لندنه. اون مشغول به تحصیله و در ماه‌های گذشته و به تازگی هم در دانشگاه آکسفورد پذیرفته شده و عکس‌هایی رو از حضورش در این دانشگاه گذاشته. همونطور که میدونید خود آقای علی دایی هم توی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی متالوژی خونده و در سال 86 از سوی فیفا به عنوان 26مین بازیکن برتر تاریخ فوتبال جهان معرفی شده. آقای دایی نه تنها از لحاظ عناوین فردی و تیمی پر افتخارترین فوتبالیست تاریخ ایرانه که ثروتمندترین هم هست و از نظر مرام و معرفت و افتادگی هم واقعا یک اسطوره است. ایشون که همیشه در کارهای خیر هم پیش قدم بوده، در زمان زلزله ها و سیل های ویرانگر و مشکلاتی که برای هموطنانش به وجود می اومده، ایشون همیشه زودتر از حکومت جمهوری اسلامی پا پیش گذاشته برای کمک به هموطنانش. مهسا همسر سابق علی دایی هم با انتشار تصویری از خودش و دخترش دنیز در لندن این پیام رو به مناسبت ورود اون به دانشگاه آکسفورد منتشر کرد. اون نوشت امروز اولین روز دانشگاه بود عزیز دلم و همچنین اولین روز زندگی مستقل تو با ورود به دانشگاه و شهر جدید. اما من کاملا به یاد دارم که در طول این 19 سال هیچ وقت بچه نبودی. تو همیشه عاقل، استوار بودی و با شخصیت بی همتای خودت همه رو به ویژه معلمان و استادانت رو شیفته خودت کردی. عمرم، جانم، برایت بهترین ها رو آرزو میکنم. بدخواهانت از تو دور باشند، راهت روشن و خدای مهربان پشت و پناهت باشد.
اون که در همه مقاطع تحصیلی خودش جزو برترین دانش آموزها بوده، حالا در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیله. اون توی اولین لایوی که در اینستاگرام شخصی خودش منتشر کرده، در مورد رشتهش و در مورد خیلی مسائل دیگه صحبت کرده. مایسا خانپور یا همون مهسا مادر دنیز ویدیویی رو هم از تولد دنیز منتشر کرد توی سال 86 و نوشت شاید باورتون نشه ولی دیدن این فیلم که به تازگی توسط یکی از عزیزترین دوستانم به دست من رسیده کار همیشگی من شده. حتی شمارش دفعات دیدنش از دستم خارج شده. دختر کوچولوی ناز دردونم رو تو فیلم میبینم که وقتی از ایران مهاجرت کردیم و به اینجا اومدیم دختری شد قوی، اصرار، مغرور و خودساخته. غیر وابسته به ما و فقط متکی به مطالعات شبانه روزی و دانش خودش. در زمانی که ورود به مدرسه معروف آرزو و رویای هر نوجوانی در اینجا هست، از طرف این مدرسه برای دنیز من بعد از مصاحبه دعوتنامه ای اومد که متن اون بدین شهر بود. دنیز عزیز، بالاترین رکورد ورودی برای ورود به این مدرسه در طول تاریخ این مدرسه 441 امتیاز بوده و شما در مصاحبه خود 501 امتیاز به دست آوردید. خوشحال میشیم به ما افتخار بدهید و در مدرسه ما با بورسیه‌ای که به شما تعلق میگیره ثبت نام کنید که دیدن این روزها رو برای همه شما که بچه دارید آرزو میکنم. میتونید در اون زمان و دیدن این دعوتنامه حس من مادر رو درک بکنید و بعد موفقیت‌های روز به روز اون و از جمله معرفی اون در سطح کل کشور انگلستان به عنوان نفر دوم دانش آموز برتر و اکنون که جزو شاگردهای VIP دانشگاه آکسفورد از نظر رکورد امتیاز نمره ورودی هست و نامه‌های خوشامد گویی که از طرف استادان سرشناس این دانشگاه دریافت کرده. فقط و فقط به خاطر شعاری که همیشه دنیز توی زندگی برای خودش داره و به اون تکیه میکنه. اون همیشه میگه امروز رو باید سختی بکشم که بتونم فردای راحتی داشته باشم. با همدیگه اولین لایو دنیز دایی رو میبینیم. من چند هفته پیش یه کوشنر پست کرده بودم، گفتم امروز یه چند تا سوال به خصوص درسم و دانشگاهم جواب بدم. سوال اول و most popular question اینه که من چی درس میخونم. من توی دانشگاه آکسفورد تاریخ میخونم. میدونم که برای فرهنگ ایرانی یک کوچولو رشته عجیب غریبیه، ولی یک نعمت هستش که توی انگلیس جوری که اقتصاد هستش و جاب مارکت که میشه بازار کاری، اینه که با یه رشته مثل تاریخ میتونین برین توی دنیای مثلا حقوق بشر یا قانون یا سیاست، که چیزی که من دوست دارم بکنم. امیدوارم. دوم اینه که چجوری قبول میشه به دانشگاه آکسفورد، و فکر میکنم قبل از این سوال جواب بدم خیلی مهمه که توضیح بدم که اصلا مهم نیستش که خانوادتون کی هستن، یا how many economic resources you may have یا connection اینجور چیزا. توی ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.